سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز سه شنبه 27 ماه جوزای سال 1399 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. برابر نبودن آزمایشگاه های خصوصی با معیارهای وزارت صحت و سازمان جهانی بهداشت در آزمایش ویروس کرونا. فعلا که ما دیدیم در شبانه بلاستان معاینات بسیار صورت نمیگیره، سمپلی که گرفته میشه و لابراتوارهای مرکزی انتقال داده میشه و در اونجا به شکل رایگان معاینه میشه. خواسته دبیر کل ناتو از طالبان برای قطع روابطشان با القاعده از بهر رسیدن به صلح در افغانستان. ما نیاز داریم تا ببینیم طالبان تمامی روابطشان را با القاعده قطع میکنند. ما میخواییم یک اقدام نیرومندتر و محکمی در این بار از طالبان بگیریم. انتقاد از تلاش های حکومت برای آوردن تعدیل های سخت گیرانه در قانون رسانه های همگانی. در واقع فضای حکومت از یک فضای دموکراتیک و یک فضای دیکتاتوری متحول میکنه. نگرانی ها از قطع پشتیبانی پزشکان بیمرز از شفاخانه صد بستر دشت برچی. و پس گرفته شدن جواز کارگیری از داروی مالاریا برای بیماران کووید 19 سوی اداره خوراک و داروی امریکا. و شروع خبرها. بانک هفته گذشته نامزد وزیر صحت عامه به شفاخانه های خصوصی اجازه آزمایش ویروس کرونا را داد، اما اکنون رئیس بخش شناسایی این وزارت میگوید که آزمایشگاه های این شفاخانه ها برابر با معیارهای وزارت صحت عامه و سازمان جهانی بهداشت نیستند. عاشق خان سعادتی میگوید که این شفاخانه ها نمونه های مشکوک این ویروس را در آزمایشگاه های دولتی شناسایی می کنند و این آزمایش ها رایگان هستند. از سوی دیگر مرکز های نمونه گیری وزارت صحت عامه در کابل از یک هفته به این سو با کمبود ابزارهای نمونه گیری ویروس کرونا روبرو گشتند. زهرا رحیمی گزارش می دهد. یافته های نظارتی وزارت صحت عامه نشان می دهند که معیارهای شفاخانه های خصوصی که برای شناسایی آزمایشگاهی ویروس کرونا اعلام آمادگی کرده بودند، همسان با معیارهای وزارت صحت عامه و سازمان جهانی بهداشت نیست. رئیس بخش شناسایی وزارت صحت عامه می گوید که تا رسیدن به این معیارها شفاخانه های خصوصی اجازه آزمایش ویروس کرونا را ندارند. فعلا که ما دیدیم در شفاخانه بلاستان معاینات بسیار صورت نمیگیره، سمپلی که گرفته میشه و لابراتوارهای مرکزی انتقال داده میشه و در اونجا به شکل رایگان معاینه میشه. اما شفاخانه بلاسم از چند روز به این سو روند نمونه‌گیری از بیماران مشکوک به ویروس کرونا را آغاز کرده است. د خلکو په غم کې نه دی، هیڅ کله د خلکو غم نه خوري، یعنی د خلکو د صحت ته توجه نه کوي. وزارت صحت عامه نوم وزارت صحت عامه ده او نور کې باید دین وزارت تجارت کی اگر این رقم وضعیت پیدا کنه زیاد کومال میشه. ما شما ملکم غریب است، مردمم غریب است، کاروبار بیخی بند شده دیگه، کرونا که اومده مردم بیخی تباه و برباد شده. در همین حال نامزد وزیر صحت عامه میگوید که به زودی تمامی شفاخانه های کابل برای بیماران کووید 19 خدمات را خواهند کرد. شفاخانه دولتی هم آماده شدن نسبت به اینکه ما در بین مکاتب مراکز تشخیص و گرفتن سمپل آماده ساخته بودیم، این را در تمام شفاخانه کابل انتقال میدیم. من دی کرونا دی وقایوی او تشخیصی وسایل را وارد کردی په شروع کې افغانستان ته، بیا مو وزارت صحت عامه سره او د دبليو ایچ او سره همکاری کړی. از یک هفته به این سو 22 مرکز ثابت و سیار وزارت صحت عامه که از افراد مشکوک به داشتن ویروس کرونا نمونه گیری می کنند با کمبود ابزارهای بهداشتی روبرو هستند و در برخی محل ها هم روند نمونه گیری متوقف است. نسبت کمبود مواد که رخ داده، مریضا کمتر مراجعه می کنند و نسبت به قبل تعداد مراجعین ما به مراتب کمتر شده. شمار رویدادهای تایید شده ویروس کرونا به 26310 رسیده است و در 24 ساعت گذشته از میان 1640 نمونه 793 رویداد مثبت شدند و 13 تن در اثر این بیماری جان باختند.
دبیر کل ناتو خواهان قطع روابط طالبان با القاعده از بهر رسیدن به صلح در افغانستان است. جنس استولتنبرگ یک روز پیش از برگزاری نشست وزیران دفاع ناتو اوضاع را در افغانستان شکننده می داند و می گوید که ناتو و همپیمانانش انتظار عملی شدن تعهدات طالبان را برای قطع رابطهشان با القاعده و نیز کاهش خشونت ها دارند. در همین حال نمایندگان ایالات متحده آمریکا، روسیه و افغانستان در یک نشست سه‌جانبه درباره صلح افغانستان برای آغاز زودهنگام گفتگوهای میان افغانان خواهان کاهش چشمگیر خشونت ها در این کشور شدند. خالد نیکزاد گزارش می‌دهد. در آستانه گفتگوهای میان افغانان برای رسیدن به صلح، نامزد وزیر امور خارجه زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان و زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان از بهر اعتمادسازی در گفتگوهای میان افغانان خواهان کاهش چشمگیر و خشونت ها شدند. در این نشست سه جانبه هر سه طرف تاکید کردند که گفتگوهای نخستین هیئت گفتگو کننده حکومت و طالبان به زودی برگزار شود و آتش بس در صدر گفتگوهای میان افغانان قرار گیرد. درې واړه هیوادونو د افغانستان د دولت د ژمنې او د طالبانو د زندانیانو د خوشي کولو په اړه مختبونو نه هرکلای وکړ او د اقدامې د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره یو مهم ګام وباله. از سوی هم دبیر کل ناتو پیش از نشست وزیران دفاع ناتو میگوید که برای رسیدن افغانستان به صلح طالبان تعهداتشان را از جمله قطع رابطه با القاعده و کاهش خشونت ها نشاندهند تا بر بنیاد آن ناتو و همپیمانانش درباره حضور نظامیشان تصمیم بگیرند. ما نیاز داریم تا ببینیم طالبان تمامی روابطشان را با القاعده قطع می کنند. ما می خواهیم یک اقدام نیرومندتر و محکمی در این بار از طالبان بگیریم. ما نیاز داریم که کاهش خشونت را ببینیم و گواه آغاز گفتگوهای میان افغانان باشیم. در همین حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی تاکید دارد که حکومت و طالبان نباید فرصت پیش آمده برای صلح را از دست بدهند. ما می بینیم در این آخر جنگ شدت پیدا کرده. این علامه خوب نیست. اگر نیت صلح باشه ما باید بریم به طرف کاهش خشونت و بالاخره آتش بس دائمی و سری و فراگیر و در پلی ازوره های زندانیا منعیس یک وسیله فشار باید استفاده نشه. دولت وعده کرده چه پدی هفته که بعد 2000 بندیان هم خوشی کیوی که چیری دولت په خپل خبرو او خپل وعدو وفا وکری او عمل وکری یقیناً ویلی شو چه آینده هفته که با بین الافغانی مذاکرات شروع شد. انتظار می رود که با تکمیل شدن رهایی تا 5000 زندانی طالبان از سوی حکومت و 1000 زندانی از سوی طالبان گفتگوهای نخستین میان افغانان در دوحه قطر برگزار شود. اما روشن نیست که روند رهایی 2000 زندانی دیگر از سوی حکومت چه زمانی آغاز خواهد شد. مسئولان شمار از رسانه ها و خبرنگاران تعدیلات احتمالی در قانون رسانه های همگانی را سوی حکومت مستبدانه و محدود کننده آزادی بیان می دانند. آنان با ابراز نگرانی از آوردن تعدیل در قانون رسانه های کشور هشدار می دهند که چنین برخورد آن هم در آستانه گفتگوهای صلح با طالبان و بی رایزنی با رسانه های کشور پیامدهای خطرناک خواهد داشت. در طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی 13 ماده مشکل آفرین هستند که از این میان 10 ماده آن در تناقض با قانون اساسی، قانون رسانه های همگانی و اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارند. خالد نیکزاد گزارش می‌دهد. طرح قانون رسانه های همگانی در 6 فصل و 59 ماده به تازگی از سوی کابینت تایید شد و قرار است برای تصویب به شورای ملی فرستاده شود. اما برخی از تعدیلات احتمالی از سوی حکومت در 13 بخش این طرح واکنش برانگیز شده است. در بخشی از واکنش ها آمده است که تعدیل قانون رسانه های همگانی بیشتر ماده های آن خلاف ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که آزادی بیان را بی محدودیت تضمین می کند، در حالی که در ماده 7 قانون اساسی صراحت دارد که میثاق های بین المللی باید در قوانین در نظر گرفته شود. اصلی مخاد حکومت هم در قدر چه متاسفانه خپل فسادونه، خپل نیمگلتیاوی، خپل کمزوری، خپل بکپایتی وست غواړي په دې قسم پټې کې چې رسنۍ محدودې شي. در واقع فضای حکومت از یک فضای دموکراتیک به یک فضای دیکتاتوری
متحول میکنه. در ماده چهارم قانون که آزادی فکر و بیان را حق هر شخص دانسته و این عقد در قانون به مداخله ایجاد محدودیت و تهدید از طرف مسئولین دولتی بیان شده است، در طرح قانون رسانه های همگانی اصطلاح تهدید حذف گردیده است که این محدودیت خلاف ماده 19 اعلامیه بین المللی حقوق بشر و اهداف تعیین شده قانون اساسی می باشد. بر بنیاد ماده 120 و 122 قانون اساسی فیصله نهایی در تمامی موارد را دادگاه با صلاحیت دارد، اما طرح تازه این صلاحیت را به حکومت داده است. از سوی هم در طرح تعدیل شده برخلاف اصول پذیرفته شده جهانی آمده است که منبع اطلاعاتی به نهادهای حکومتی چون پلیس، امنیت و سرنوالی نیز فاش شده می تواند. حکومت با عنوان مرجع اجرایی صلاحیت تعدیل در قوانین مربوط به آزادی بیان را نداشته و ندارد. حکومت چون این کار را انجام میده، این خودش یک جفا است به حق مطبوعات، خودش انحصارگرایی است. در همین حال خبرنگاران از احتمال این محدودیت ها بر کار رسانه ها نگران هستند. په ټولنه کې باید ګټې په ځای تاوان زیات وي. حکومت باید قدم په قدم د خلکو سره په مشوره په دې مسایلو کې وروستی تصمیم ونیسي. حکومت افغانستان هیچ وخت محدودیت وضع نخواهد کرد و ما با آزادی بیان، آزادی رسانه ها یک دستاورد عمده ما به یک ملت است. بر بنیاد تعدیلات به میان آمده در قانون رسانه های همگانی، لغو جواز رسانه ها ساده تر، استقلال نهادهای رسانه ای محدودتر و سانسور و نشراتی بیشتر از پیش پیشبینی شده است. خبرنگار ترونیوز که از سوی گزارشگران بیمرز یکی از قهرمانان اطلاع رسانی در جهان شناخته شده، میگوید که گسترش ویروس کرونا در افغانستان کار خبرنگاران را در کشور بیشتر و خطرناکتر ساخته. انیس شهید که 12 سال است خبرنگاری میکند، تأکید میورزد که در این مدت هیچ چالش نتوانسته او را از ادامه کارش باز بدارد. سازمان گزارشگران بیمرز نام های انیس شهید، خبرنگار ترونیوز و خبرگزاری پژواک را از بهر گزارش دهی شجاعانه در سایه تهدید ویروس کرونا در فهرست نام های 30 قهرمان اطلاع رسانی در جهان که از سوی این نهاد برگزیده شدند جا داده. تمیم حمید گزارش می دهد. انیسا شهید هستم. ژورنالیزم در دانشگاه ژورنالیزم کابل خواندم. پس از اینکه فارغ شدم، کار خبرنگاری را به گونه جدی میتونم بگویم با طلوع شروع کردم. شما بگوین اینا چرا اخراج شدن و این حکم چرا صادر شده؟ وقتی که من تازه مسئله ژورنالیزم بودم، ما اطور یک خبرنگار زن که باید از ساحه کار کنه و رسانه های آزاد مثل ترونیوز این چیزها را نداشتیم. به خاطر بحران کرونا که واقعا یک مشکل بسیار کلانه ما داریم، هنوز میگذرانیم، روزای بسیار سختی را مردم داشتن در بیرون. ندارن تو را یک لیست بسیار طویل آمد که تعداد زیاد از همکارا مریض هستن، چون نخستین روزا هم بود و همگی یک بارگی مریض شدن، یک کم همگی یک سراسیمگی داشتن. ما تنها نبودم، 3-4 نفر از همکارای دیگه ما بچه ها هم اینجا بودن که ما دمی طول 15 روز بدون رخصتی صبح تا شام کار کردیم. عادی است که خانواده و نزدیکا دوستان نگران می باشن، به خاطر که شما وقت خبرنگار هستین باید در هر جایی باشین، هر جایی که یک رویداد اتفاق میفته باید خبرنگار اونجا باشه. در افغانستان لپاره لوی لاستراولنه ده چې د پژواک خبری اژانسی داری او د غراز د طلوع د کورنۍ څخه انیس شهید دغه اتلولی وګټله، او انشاءالله مونږ به کوشش کوو تر څو د دغه ډول هڅونو او په اصطلاح هغه تقدیر له امله که دیسې مونږ ته نوره روحیه راکړي، تر څو له دغه نه په سختو حالاتو کې د افغانستان خلکو ته اطلاعات په وخت ورسوو.
نهاد پزشکان بیمرز اعلام کرده که پشتیبانیش را از زایشگاه شفاخانه صد بستر دشت برچی پان می دهد. این نهاد گفته که یک تصمیم سخت گرفته شده، اما این تصمیم برای مردم دشت برچی درد آورتر خواهد بود. در همین حال شمار از وکیلان گذر در دشت برچی کابل می گویند که حکومت درباره بررسی هایش از چگونگی حمله بر این شفاخانه به پزشکان بیمرز گزارش نداد و از همین رو این نهاد کمک هایش را به شفاخانه صد بستر دشت برچی قطع کرد. مسئولان در این شفاخانه میگویند که این کار عرضه خدمات را با مشکلات بسیار روبرو خواهد ساخت. ادامه خبرها. اداره خوراک و داروی ایالات متحده اجازه نامی کارگیری از داروی هایدروکسی کلورکین را برای درمان بیماران کووید 19 پس گرفته. این نهاد میگوید که پس از بررسی های بیشتر روشن شده که این دارو برای درمان بیماری کووید 19 سودمند نیست و عوارض جانبی جدی نیز دارد. با این حال دونالد ترامپ که خودش از این دارو استفاده کرده و مردم را به کارگیری از آن تشویق نموده بود، با وجود پس گرفته شدن جواز استفاده از آن توصیه اش را در این باره پس نمیگیرد. چندین ماه پس از آن که پزشکان داروی هایدروکسی کلوروکین را برای درمان بیماری کووید 19 توصیه کردند، سازمان غذا و داروی آمریکا اجازه نامه استفاده از این دارو را پس گرفته است. برخی از بررسی ها نشان دادند که این داروی مالاریا برای بیماران کووید 19 مفید نیست. اداره غذا و دارو تمامی اطلاعات موجود را بررسی کرد و بدون نتیجه رسید. یک اینکه هیچ ثبوتی وجود ندارد که این دارو به بیماران فایده داشته باشد. این دارو مدت زمان آلوده شدن و خطر مرگ را کاهش نمیدهد. در برخی از پژوهش‌ها نتیجه بدتری به دست آمدند و نشان دادند که این دارو اثرهای جانبی دارد که می توانند مرگبار باشند. این پزشک آمریکایی به این باور است که اداره غذا و داروی آمریکا از نخست نباید اجازه میداد که داروی هایدروکسی کلوروکین برای درمان بیماران کووید 19 به کار برود. فکر میکنم بهتر بود که اداره غذا و دارو استفاده از هایدروکسی کلوروکین را تشویق نمیکرد و منتظر اطلاعات بهتر میماند. فکر میکنم این درسی است که قضاوت زود کار درست علمی نیست. پیش از این سازمان جهانی بهداشت استفاده از هایدروکسی کلوروکین را برای بیماران کووید 19 به تعلیق درآورد، اما دوباره آن را توصیه کرد. برخی از کشورها مانند هند نیز گفتند که این دارو برای بیماری کووید 19 مفید است، اما اکنون آمریکا آن را رد می کند. گفته می شود که این دارو اثرهای جانبی مانند مشکلات قلبی را به دنبال دارد. چند گزارش کوتاه از جهان. کوریای شمالی دفتر تماس این کشور را با کوریای جنوبی منفجر ساخت. پیونگیانگ می گوید که از فرستادن پیام‌های تبلیغاتی از سوی فعالان حقوق بشر از کوریای جنوبی به این کشور به سطوح آمده است و از همین رو این دفتر را منفجر ساخته است. چین هند را به اقدامات تحریک‌آمیز در مرز دو کشور در منطقه لداخ متهم می سازد. در آخرین درگیری ها میان نیروهای دو کشور در این منطقه 3 سرباز هندی کشته شد. اعتراض های ضد نجات پرستی در ایالات متحده دیشب هم ادامه یافتند. این اعتراض ها که با کشته شدن 3 هفته پیش یک مرد سیاه پوست از سوی پلیس آغاز شده بودند، با کشته شدن یک مرد سیاه پوست دیگر دوباره رنگ گرفتند. و این همچند خبر اقتصادی. تا 8 روز آینده پروازهای داخلی و خارجی در افغانستان و جهان با تدابیر ویژه از سر گرفته خواهند شد. بر بنیاد راهکار تازه انجمن شرکت های هواپیمایی جهان گذشته از ضد عفونی شدن ساعتوار میدان های هوایی، رعایت فاصله میان مسافران در میدان های هوایی اجباری خواهد بود. اداره هوانوردی میگوید که با آغاز پروازهای جهانی ممکن است که کشورهای جهان تدابیر خودشان را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا اعلام کنند. رئیس این اداره میگوید که آنان آمادگی هایشان را برای رعایت راهکارهای جهانی برای مبارزه با ویروس کرونا پیش از پرواز و در هنگام پرواز دارند. زبیح الله جهانمل گزارش می دهد. از سرگیری پروازهای جهانی در افزای دشوار در افغانستان و جهان،
اداره هوانوردی میگوید که انجمن شرکت های هواپیمایی با ساخت راهکار تازه به شرکت های هواپیمایی جهان، کارگیری از ماسک و دستکش از سوی مسافران و عمله پرواز را در هنگام پرواز اجباری ساخته است. رئیس اداره هوانوردی میگوید که در افغانستان نیز پروازهای داخلی و خارجی به گونه منظم تا 8 روز آینده آغاز خواهند شد. اما کشور هند و پاکستان تا آخر جون نوتم منع پرواز دارن. بعد از او ببینیم که اینا با توجه به وضعیت یا سطح ریسک که شیوع ویروس کرونا در کشورهای مربوطهشان آیا اقدام به تمدید میکنن یا اینکه شروع پروازهای بین المللی را به کشورهایشان اجازه میدن. بر بنیاد راهکار انجمن شرکت های هوانوردی جهان، شرکت های هواپیمایی مکلف خواهند بود تا با تدابیر جدی بهداشتی از مسافرانشان پذیرایی کنند. حتی گفته می شود که شماره از کشورها پیشنهاد کردند تا در کنار ویزای کشورها، ویزای کوچک آزمایش ویروس کرونا نیز در گذرنامه ها افزود شود. اما این پیشنهاد تا کنون از سوی انجمن جهانی هوانوردی پذیرفته نشده است. داغه به قرار قرار چې شروع سي کداي سي هر ممالک ځان ته خپل شرایط وځه کی اوس کم داس خاص شرایط دغه عمومي شرایط چې ما ویل دغه شرایط چې دی وځه کړی دي کم خاص شرایط نه دی وځه سي. در حدود 4 ماه پیش همزمان با گسترش ویروس کرونا در جهان پروازهای جهانی به حالت تعلیق درآمد، اما از چند بدین سو شماره از شرکت های خارجی به گونه نامنظم پروازهایشان را انجام میدهند. ورزش مرزنی در کشور بیش از 80 سال پیشینه دارد. 86 سال پیش از امروز ورزش مرزنی در کشور از سوی استاد عبدالرشید بیغم بنیاد گذاشته شد و پس از آن ورزشکاران افغان در رقابت‌های ملی و جهانی حضور یافتند. در تاریخ ورزش مرزنی کشور تا کنون ورزشکاران 68 مدال از رقابت‌های بیرون مرزی به دست آورده‌اند. نخستین رقابت‌های رسمی مرزنی در کشور در سال 1354 هجری خورشیدی در ورزشگاه غازی برگزار گردید. مرزنان کشور از آن هنگام تا کنون در رقابت‌های زیادی رزمیدن و تا کنون 68 مدال از رقابت‌های بیرون مرزی به نام افغانستان ثبت کردند. کسب مدال برنز و سهمیه المپیک سال 2004 توسط بشرمر سلطانی از رقابت‌های آسیایی در فیلیپین بزرگترین دستاورد مرزنان کشور به حساب می آید. تیم فوتبال آریانا در یک دیدار دوستانه موفق شد که حریفش را با حساب پرگل 5-0 شکست بدهد. تیم آریانا اف سی که رهبری آن را نورالله امیری بازیکن تیم ملی فوتبال کشور و امید هوشمند در اختیار دارند، موفق شدند که این تیم را در 4 سال اخیر به دسته 4 فوتبال سویدن برسانند. تیم فوتبال آریانا 5 سال پیش در چارچوب لیگ 8 سویدن ایجاد شد و بیشتر بازیکنانش مهاجران هستند. اکنون این تیم به لیگ دسته 4 فوتبال سویدن بالا رفته است. اکنون برنامه های تورو نیوز به گونه زنده در وبسایت دریا.نت و اپ دریا نیوز قابل دسترس است. وقت بخیر.